تاکس همچنان در خدمتتون هستیم از برج میلاد تهران. پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت. روی بحث نظام‌های پرداختش تأکید دارم. چرا؟ چون مهمانی که قبول زحمت کردن قرار است باشون صحبت بکنیم در همین رابطه است و می‌خوایم دقایق کوتاه وقتشون رو در این خصوص بگیریم. آقای طباطبایی عزیز از شرکت خدمات انفورماتیک هستم. عرض به حضورتون که خیلی ممنون که از بنده دعوت کردین. همایش چطوره؟ خوبه. مثل همیشه ما تو این پنج دوره‌ای که در واقع میگذره سعی کردیم همیشه یه همکاری خوبی داشته باشیم. خروجی این همایش اون هم‌افزایی که مورد نیاز هست رو ایجاد میکنه فکر میکنین؟ من فکر میکنم حداقل تو حوزه تخصصی بنده که بخش دوم همایش یعنی نظام‌های پرداخت است، تو این چند ساله نقش خوبی داشته. یعنی ما کارگاهایی رو که حالا تو این چند ساله داشتیم، خود بنده، همکارا، همه تقریبا تونستیم که خیلی هاشون رو به حقیقت بپیوندیم. نظام های پرداخت کلا، این سیستم های پرداخت چند تا چجوری، اینا رو یه توضیح بدید برای بیننده. بله، تو در واقع نظام های پرداخت یا پیمنت سیستم ها توی در واقع شبکه های بانکی کشورهای مختلف که حالا معمولا هم بانک های مرکزی متولیش هستن، یه نقش خیلی مهم و اساسی رو ایفا میکنه. یه جورای زیرساخت پرداخت کشور هست که شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا، چکاوک و خیلی دیگه از این سامانه ها که به تدریج توی این سالهای اخیر ما داشتیم توی این دسته قرار داریم. بسیار خوب. حالا یه بحثی پیش میاد. اولا که خب چند روز دیگه قرار تحریم ها برداشته بشه، ولی بازی های سیاسی بون هم در عرصه بین الملل هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. ممکنه یه وقت دوباره شرایط برعکس بشه، به نوعی بخوام قدرت ها از اهرم های فشارشون استفاده کنن. این سیستم های پرداخت ما چقدر بومی و چقدر داخلیه؟ در واقع گلوگاه ها چقدر دست خودمون اونا نیان شیر فلکشو ببندن و دوچار مشکل بشین؟ سوال خیلی خوبی فرمودین. اتفاقا در همین راستا ما طی این 3-4 سال اخیر طبق در واقع پالیسی که در بانک مرکزی تعیین شد، سیاست گذاری که شد، ما در شرکت خدمات مأموریتی پیدا کردیم، حالا تیمی که خود بنده متولیش بودم، که این سامانه های ملی پرداخت رو همینجور که از اسمش برمیاد ما اینها رو ملی کنیم. یعنی وابستگی به کشور خارجی وجود نداشته باشه، که خدا رو شکر نتایج خیلی خوبی هم ما داشتیم. در فکر کنم اولین دوره همایش ما که برمیگرده به 4-5 سال پیش، ما اولین اتفاقی که افتاد سامانه ساتنا رو تحت عنوان آریا ساتنا بومی کردیم و واقعا اتفاق خوبی بود. 100% بومی، کاملا بومی، توسط همکارای بنده در شرکت خدمات انجام شد. این دوره هم که من الان در خدمتتون هستم، ما سامانه پایا رو که یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور هست، تراکنش زیادی روش انجام میشه، رو کاملا بومی کردیم. و جالبه، مثلا من یک مثالی رو بخوام براتون عرض بکنم، ما سرعت پردازش تراکنش ها توی سیستم بومی خودمون چندین برابر مشابه خارجیشه. مثلا یک چرخه پایا توی سیستم خارجی که ما قبلا داشتیم از یک کشور اروپایی بود، بالغ بر یک ساعت پردازشش طول میکشید، حالا باشه با یک میلیون یا بیشتر تراکنش، توی سیستم ما به زیر یک دقیقه این تغییر پیدا کردیم. و این رو مؤید این صحبت من، اتفاقی که شما میتونید از بانک ها در واقع این رو تایید بگیرید و اتفاق خیلی مثبتی افتاده. ما سعی هم کردیم این بومی‌سازی ها که انجام میشه کاملا منطبق بر استانداردهای روز دنیا باشه، که اگر این تحریم ها ایشالله هرچه سریعتر برداشته شد، اتصال ما با اون شبکه ها زیاد دیگه کاری نداشته. راجع به همین مطلب به عنوان آخرین سوال، تحریم ها که برداشته بشه، این جوین شدن و اتصال شما با اون شبکه ها چه چالش هایی داره؟ چقدر شما آماده هستید و اتفاق خاصی نمیفته؟ خیلی راحت جوین میشیم، مشکلی پیش نمیاد؟ ببینید، با توجه به اینکه الان دیگه این سامانه ها به صورت کاملا بومی در اختیار مجموعه بانک مرکزی و شرکت خدمات هست، به راحتی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی اتصال بانک ها به این شبکه ها الان توی بستر استانداردی داره انجام میشه، و اگر هم احیانا مشکلاتی توی این زمینه وجود داشته باشه، چون دیگه سورس این سامانه ها در اختیار خودمونه، با برگزاری تعداد کارگروه تو بانک مرکزی و هماهنگی ها این اتفاق میتونه بیفته. خب یه تعاملی باید با بانک ها در واقع تو این زمینه داشته، در زمینه نشر دانش و در واقع انتقال علم و دانش این حوزه. بله. و صادرات و اون فکری هم دارید، برنامه دارید؟ این جزء مواردیه که اتفاقا جزء پیشنهادات خود بنده است. مثلا الان عرض کردم این سامانه پایه‌ای که توسط شرکت خدمات تولید شده، واقعا اینو من بدون اغراق میگم، از مشابه های خارجی چندین برابر بهتره. یعنی هم به لحاظ تعداد تراکنشی که میتونه پردازش کنه، هم به لحاظ سرعت، و این منطبق بودن بر استاندارد که استانداردهای روز دنیا هست، این در واقع امکان فراهم میکنه که ما بتونیم کشورهای حوزه خلیج فارس یا بقیه جاها رو جز
محدوده پوشش خودمون قرار بدیم که ایشالله اتفاق بزرگ هم بیفته. ممنونم از شما، خسته نباشید، امیدوارم کالا تا پایان همایش بتونید استفاده کنید. باز هم با ما همراه باشید، باز هم مهمانان دیگری خواهید.